صبح همه شما هموطنان عزیزم بخیر باشن و دعوت کردیم از دکتر صاحب زرغونه مهدی، متخصص نسایی ولادی، با یکی از موضوعات بسیار مهم که قرار هست امروز هم صحبت بکنیم و همراهی شما خوبان را هم خواهان هستیم. مراقبت از بند ناف کودکان یکی از موضوعات خیلی مهمی هست که شنیا هم فکر میکنن خب ممکن نیست بند ناف کودکان میکروبی شود. امروز خواستیم بیشتر در این رابطه بپرسیم و بشنویم که دقیقاً مراقبت از بند ناف کودکان باید چگونه باشه و چقدر این موضوع را یک مادر جدی بگیره. صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر برای همه شما و دوستای بیننده. صد سلامت شما را بزنم. زنده و سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب، خیلی خوش آمدید. موضوعی که امروز انتخاب کردیم مراقبت از بند ناف کودکان هست. در نخست اگر روی خودم مراقبت ناف چی هست و بعد کنیم خوب باشیم. البته همطور که میتونیم بند ناف یا اصلاح لاتینش امبلیکال کورد و یا عربی شبل سروی میگن، این یک ساختمان لوله مانند هزلی است که در بین ازی دو شیریان سرخ وریده سرخ و شیریان یا رگای سرخ و یک ورید که برسه به اصطلاح رگ سیاه میگن. این دو نهایت یا دو مجرد چی داره که یک نهایت یا یک سرش در قسمت شکم وسط شکم طفل وصل می باشه و یک قسمت نهایت دیگیش یا سر دیگیش در پلاسنتا که پلاسنتا در جدار یا دیواری دهیم و یک طرفش دود و اساس طرف دیگیش هم حمل سرایوی یا بندناف وصل می باشه. وظیفه از این چی هست؟ از امی و شیریانا که رگای سرخ میگن یک تبادلی مواد غذایی و اکسیژن و خون از مادر به طرف طفل میشه. بله. یعنی خون رسونی و اکسیژن وظیفه این دو رگ است. و این رگ سیاهی که ورید گفته میشه این دوباره همین بازات و خصوصا کاربن دایاکسید از وجود طفل میکشه. بله. طول از این ماه آخر، خصوصا نسی ماه آخر، به 50 سانتی میرسه. بله. این تا اون وقت که در داخل شکم مادر است، همین وظیفه شد. بعد از اون که طفل پیدا میشه، این باز وظیفه ختم میشه. اما فرمیلی شما اساسا مراقبت های ضرورت هست. بله. وقتی طفل به دنیا میایه، البته در حوالین دقایق، امکان داره که دقیق دو یا سی، کمی نبضان یا حرکت بند ناف و رگاش کم شده، بله. قطع میشه. قطع شدن هزی بندازی دو یا سه همشت کمک بالاتر قطع میشه. بعد از اون این رنگ هزی در ابتدا در داخل شکم مادر و نو که پیدا میشه رنگ سفید مایل به زرد داره، زردگونه هستم. بله. ما احساسته چون دیگه وقتی قطع میشه و پلاسنتا بخش طرف دیگهش هست، پلاسنتا موت میشه، دور انداخته میشه. با ما اندازه 3 سانتی یا کم بیشی که در وجود طفل میمانه، امکان داره که در ظرف 5 یا 15 روز از وجود طفل او جدا شد. به جریان همین تا آیستا آیستا خوش میشه رنگ امو زردکایی با آیستا آیستا با رنگ جگری و بعد از به رنگ سیاه یعنی خوش کنه میره. بعد از که همیشه آیستا آیستا خوش میشه یک سلسله مایی یا هاب زرد هم از اون خارج میشه. وقتی 70 گرم قطره خون خوش شده یا خون تازه هم همراه هزون جدا میشه و بعد از اون جای از اون مثل یک مجرای یا یک سراخه که پاد شده باشه باقی میمونه که تا آخر عمر اوپتی انسان میباشه. بله دقیقا. دکتر صاحب، حالا در این رابطه هم میخواییم بشنیم که چه چیزی باعث میشه که حالا بند ناف کودکان میکروبی میشه؟ البته ناف یا سرعه جاییست که زود
میتونن میکروب را داخل جذب کنن و از طریق زود به دوران خون منتقل کنن. از سبب حوال همون سمتر سیهی که خانم به اونجا با ولادت رفته یا هم ولادت خانگی اگر باشه باید محیطی که خانم ولادت میکنه باید یک پلاستیک پاک باشه، دستکش های پاک یا کسی که همون طفل میخواه بگیره دستای ششته باشه یا میخواه قطع میکنه دستای خود با آب صابون پاک بشه با دیگه به ناف طفل دست بزنی چرا که طفل بسیار اساس هست از این طریق زود میکروبی میشه و همون پل یا قیچی را که میگیرن هم باید مواد انتیسپتیک یک چیز پاک بشوین با دیگه قطع کن و همچنان یک قیتق هست که اگر از این نباشه بعضم از تارای پاکه که سبب بریده شدن نشه یعنی کمک دبل باشه و هول هم باید پاک باشه که رو بسته کن کمک محکم تر بسته شد تا که شیریان وریده که هست یا رگای خون که هست و بسته شد یا اولین کارشان بعد از اون البته چند ساعت که در مثلا تر سینی باشن هم باید متوجه باشن که از این ناف طفل خون ریزی داره نداره بعضن اون مثلا باید تعقیب شد. بعد از اون وقت که مرخص میشه در خانه وظیفه بسیار جدی حضای فامیل و مادر طفل است متوجه باشن. بعضن اون رو میگیرن بسته میکنن امرای چی؟ امرای یک تکه که محکم شد. بعد همین پوشک یا پمپر کرده سر از میارد که اصلا باید از یک چیز نشه برخلاف هر چقدر دوای آزاد باشه او زودتر خشک میشه. بله. و از طرف دیگه خود کوشش کنن تر نشه. اگر امکان داره این طفل اول کوشش نکنن که بشوین در یک چند روز که تا نفتش بفته. بله. اگر میشوینم کوشش کنن به شکل چپه بگیرن که زیاد خواب در جست نشه در نافت خود و اگر بسیار فرمان اون کمک افرازات خونی یا افرازات مایی زرترنگ نه باید کتی یک تکی ملایم مرتوب اون رو پاک کنن نه این پوره تر کنن وقتی طفله که پشه تبدیل میکنن یا ساحره میشوین هم کوشش کنن طفله چپه بگیرن تن هم سایه رو بشوین که ناف طفل خشک نشن تر نشن. بله. و بعد از اون میتونن اگر در صورت شرایط مساعد باشه روزانه فقط بر 5 یا 10 دقیقه اما خود سایه ناف طفله آفتاب بتن زودتر خشک میشه. بله. این مسئله است که اگر به این شکل مراقبت کنن امکان داره از 5 تا 15 روز به صورت نرمال این جدا شد. اگر بعضن خوبتر رو درست مراقبت میشه به شکل دیگه و تر نمیشه امکان داره که مادسی 4 روز هم همون نفر خوش شد و بفته که افتاد یک یعنی همی افتادن نفر تفلم از اونی سطمندی نوزاد همشون میشه. اگر نوزاد قوی باشه رسید و خوب نگوشه نفش زودتر دون میشه این مراقبت که به نظر بینیم بهتر است. بله دکتر صاحب ببخشم به نکات بسیار خوب اشاره کردین. بعضی از مادران هستن در صورت که یک هفته از نوزادشان میگذره که به دنیا آمدن نافشان نفتیده و اینا کوشش میکنن خودشان اون ناف از جایش جدا کنه و خون ریزی هایی که به وجود میایه چقدر میتونه ضرر داشته باشه. بسیار خوب فرمودی شما هم مثلا وقتی میبینن ناف تو خشک بسیار سیارنگ شده فکر میکنن که البته مکروبی شده حتما به وجود ازی که مانده وضع زیر خراب میکنن یا هر دقیقه او را با دستی طرفی طرف میکنن یا قسم او را حرکت میتن کجا داشته که اصلا نظر سینی و نظر طبابتی مسئله درست نیست. چرا که اگر او خوش شد خودش جدا میشه این نیست که مورد کش کنیم اگر کش کنیم در جای از این چون سریع خشک نمیشه در باشه حتما یک سراخ وسیع تر میمانه و یک مجرای برای جذب مکروب است. بله. دیگه که بعضن همی پومیلو بوییم یا بعضن سنترهایی که البته در سابق ما استفاده میکنیم
از مواد انتیسپتیک یا مواد ضد عفونی مثل الکل، پایدین یا تینکر پایدین دیگه، بعضن از دیتول، بعضی چیزا استفاده میشه تا باشن سایه ناف زود خوش شد و مفروضی نشد. این هم دیده شده که سبب تخریش یا بعض شوریدگی ها یا بعض حساسیت های در جلد طفل شده، به وضع که اون سایه خوب شد بطر چون سایه شوریدگی پیدا کرده بطر من مساید به جذب مطلوب شده. بعضن در فومین ها هم دیده شده که نزید به خاطر از اینکه زود خوش شد بعض پودرها را استفاده میکنن، خصوصا پودر ترک برای پمپر یا پوشک طفل استفاده میشه، از اون انداخته شدن. بعضن دیده شده که سرمه مندازن. البته یه چیزی است که ما شاهد حال هستیم که عملی دیدیم. بله. بعض کسا خینه میده شده رو مندازن که باش خوش شد، میگم که خودش زود خوش شد زود مفته. البته متاسفانه در چند طفل را نوزاد را دیدیم که این مواد آرایشی مثل پودر که برای میکر استفاده میشه و سرخی که برای میکر استفاده میشه از اون هم استفاده شده، و شاید یک دو واقعی بودیم که این مواد فضلی حیوانات که مواد را سرمی میگیم از اون هم استفاده شده در اون انداختن که باز زود خوش شده، که علاوه که زود خوش نشه و طرف مکروبی شدن هم هم. دکتر صاحب، حالا خونریزی ناف کودکان تا چند روز میتونه قابل نگرانی نباشه؟ البته موقعیت که وقتی که امو عبل سرعی ناف قطع میشه باید ملازه او خون قطع شد. این که خونو میباشه کدوم قطعه که از بقایه های از اون میباشه و وام خوش شده باشه. بله. نه ای که خونه که شفاف باشه و جدی باشه، حتی بر ددقه و پانددقه هم این مسئله باید جدی گرفته شد و بند شد. چرا که طفل دوران خونش کم است، اگر بر پنج دقیقه از اون ناف طفل خون بیایه ولو کم باشه زیاد، زود طفل کم خون میسازه. از این سبب روز و ساعت هم مانده که حتی بر دقیقه باید این مسئله جلویش گرفته شد و بند شد. بله دکتر صاحب، چه زمانی مادر وقتی که میبیند طفلش نافش میکروبی شده، چه زمانی با دیدن چه علائم و علامت های نزد دکتر مراجعه کنه؟ البته وقتی خانم میبیند تب داره، طفل تب داره، نوزاد که تب داشته باشه احتمال زیاد میره که از طریق ناف میکروب گرفته باشه، یعنی این یک حالت انتونی نشان میده. دیگه صحیح ناف وقتی که افرازات یا عفونت های بدبوی یا مایی یا خواب بدبوی داشته باشه بهش. میگه که خون که باشه خون املا با چه پولوده از او بیایه. صحیح ناف پولودگی داشته باشه. بله. و نزدیک ناف هم قسمت پوست یا جلد سرخی داشته باشه. و طفل به حیانت حتی گرفتن چون درد پیدا میکنه از سبب شیرام نمیگیرم. در غیر از اون خود ناف رشته اعصاب نداره، رگ خون داره، از سبب او درد نمیداشته باشه. وقتی که درد ناف میشه منایلیست که طفل کدام مکروب از طریق ناف در وجودش آمده که طفل نارام و ساحه درد ناف شده. از سبب اینی علایمه که ببینن فوراً به دکتر باید مراجعه کنند تا تداوی شود. در غیر از اون هسته اینجای طریقه که طفل مکروبی شود بسیار زود طفل ضعیف میشود، حتی خدا نخواسته سبب مرگ نوزاد هم شده. بله دقیقا. خیلی سپاس دکتر صاحب از اینکه حضور پیدا کردین.